سلام به دوستان عزیز به درس 113 از مجموع درسی آموزش زبان ترکی استانبولی خیلی خوش آمدید در درس گذشته سخنرانی رئیس جمهور ترکیه رو تماشا کردیم در درس قبلش هم یک برنامه تلویزیونی رو تماشا کردیم در این درس دوباره برمیگردیم به روال عادی و ابتدا در مورد حروف اضافه توضیح میدم و بعد از اون یک لیسنینگ داریم و بعدش هم یک متن رو با هم میخونیم و تعدادی تمرین بهتون میدم قبل از اینکه درس رو شروع کنیم اگر هنوز عضو به کانال یوتیوب من نشدید لطفا همین الان زیر ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و از این راه خیلی به من کمک خواهید کرد همچنین حساب کاربری من در تمام شبکه‌های اجتماعی learn with بابک هست میتونید از این راه با من در ارتباط Evet arkadaşlar söylediğim gibi dil bilgisinden başlayalım. Hatırlarsanız 103. dersimizde sanırım bağlaçlar ilgili biraz konuştuk. O derste çünkü bu sebeple, bu nedenle ve bu yüzden ilgili konuştuk. Orada alıştırmaları baktık. Bu derste başka bağlaçlara bakacağız. Bunlar da çok önemli cümlelerde çok görüyorsunuzdur. Hamutaki ekibim benim Der ders de Çanta hem çanta harfler Der Derin ders ادامه حروف ربط رو خواهیم دید اینا هم خیلی مهم هستند و در جملات حتما به چشمون میخورن اولیش هم همده هست این رو خیلی دیدید حتما به همون معنای هم هم در فارسی هست یکی دو مثال فارسی اگه بخوام براتون بزنم مثلا میگیم که هم من هم خواهرم به این سفر علاقه داریم یا مثلا میگیم که هم دانش آموزان در نمایشگاه حضور داشتن هم معلمان اینطوری از هم استفاده میکنیم در فارسی دقیقا در ترکیه استانبولی هم همینطور هست تعریفش چیه حالا تعریفش به ترکی زیاد مهم نیست ولی به حال تعریفش این هست هم همد بالاجی آین گرفته اولان کلمه لری یا جمله لری بیلیکتلیک اشیتلیک یا دا کارشیتلیک آنلاملریلا بیر لینه بالار منظورش اینه کلمات یا جملاتی که وظیفه یکسانی دارند رو بهشون یک معنای واحد و برابر میده مثالا که ببینیم متوجه میشیم اصلی یاست ستاتیلینده هم آنتالیا یا هم ده ایزمیر گیتمیش اصلی در تعطیلات هم به آنتالیا هم به ازمیر رفته حالا چرا دیر رو در پرانتز نوشتیم به این دلیله که در مکالمات روزمره یا آمیانه بعضا دی رو نمیگیم ولی درستش اینه که ده هم بگیم هم همده یا عبارت بعدی گنجلیک یلارم دا هم اکودوم هم ده چالشتیم در سالهای جوانیم هم درس خوندم هم کار کردم هم رژیم یا پیوسون هم د هر یوسون هم رژیم میگیری هم هر روز شیرینه میخوری یک حرف ربط دیگه هم با هم کار کنیم نه نده این هم دوباره به همون دلیل دی رو در پرانتز نوشتیم مشابه نه نه در فارسی است مثلا میگیم که نه قلم دارم نه کاغذ نه تو میای نه من میام نه تو غذا میخوری نه من غذا میخورم در فارسی اینطوری از نه نه استفاده میکنیم دقیقا مشابه همین در ترکی است. تعریفش در ترکی استانبولی چیه آین گرفته اولان اولری اولومسوز ایلیشکی سیل بیر بیرین بالار آنجاک یکلمی یاپی باکومندان <موع> اولوملو دور معنیش چیه؟ کلمات یا جملاتی که به شکل منفی با هم ارتباط دارند رو به هم وصل میکنه اما ساختار جمله به همون شکل مثبت میمونه منظورش از ساختار جمله به همون شکل مثبت میمونه چیه؟ یاپی باکومندان اولوملو دور دقت کنید در فارسی میگیم که نه قلم دارم نه کاغذ جمله من فعلش مثبته فقط نه نه اضافهش میکنیم دقیقا مشابه ترکی استانبولیه نه درسleri geliyorوسون نه ödدهleriniیون نه سر کلاس می نه مشغات رو انجام میدی داخل پرانتز معنی جمله رو نوشته درس گل و ödدهری یاپ میون این همون جمله بالاش هست بدون اینکه نه استفاده کرده باشیم به سر کلاس نمیای و مشقات رو انجام نمیدی جمله دوم رو نگاه کنیم. نه برای رفتن به داریم. نه زمان داریم جملمون فعلش مثبت مونده فقط نه آوردیم همین جمله رو بدون نه میتونیم اینطوری هم بنویسیم تاتیلی چیکماکی چین پارامز و زمانمز یک محمد نه اکمک یور نه ده تاتلی او رژیم یاپیور محمد نه نون میخوره نه شیرینی اون رژیم میگیره همین رو میتونیم به این صورت هم بگیم محمد اکمک و تاتلی یمیور چونکه او رژیم یاپیور حرف ربط بعدی یا یادا این در فارسی چطوری استفاده میشه؟ مثلا میگیم که یا بیا یا نیا یا بشین یا برو یا من یا تو اینطوری هست تعریفش در ترکیه استانبولی چیه؟ آینی گرفته اولان کلمه یا دا جمله لیری شیلردن بیرینی سچمه ترجیح اتمه ایلگیسی ایل بیر بالار معنیش یه کلمات یا عبارت که وظیفه یکسانی دارند رو از نظر حق انتخاب به یکدیگر مرتبط میکنه مثالش رو ببینیم هر شی بن یا پیوروم سند یا تمیزدیک یا دا اتو یا همه کارا من انجام میدم تا هم یا تمیز کن یا اتو کن او چاکتان ایندیکتن سون را یا آرا یا دا مساج گندر بعد از اینکه هواپیما نشست یا تماس بگیر یا مسیج بفرست ترافیک کیون؟ کادیکوی کاتیکوی متروبوس دگل یا دا واپولا. ترافیک خیلی سنگینه یا با متروبوس به کادیکوی بیا یا با کشتی جمله چهارم یا بو دوی گیدجکسن یا بو دیاردان گیدجکسن این یک دیم هست دوستان یک اصطلاح هست در ترکیه استانبولی اینجا البته منظور دقت کردم به همون یا یا هست ولی معنی جمله رو اگه بخواید بدونید این یک اصطلاح هست تحت لفظی معنیش اینه یا سوار این شطور میشی یا این شطور رو میرونی یا از این دیار از این مملکت میری اینو بیشتر کارفرما استفاده میکنن معنیش اینه یا باید با محیط ارتباط برقرار کنی و جزی از این محیط بشی یا رد چی بری پی کارت منظورش اینه حرف ربط و بعدی ایستر ایستر به همون معنی اگر, اگر اگر یا خواه خواه در فارسی هست مثلا میگیم که خواه امروز بیا خواه فردا خواه او راضی باشد خواه ناراضی یا مشابه اون شعر فارسی اگر صد سال مانی اگر یک روز تعریفش در ترکی چیه؟ آین گرفدکی کلمه در آرسنا اشیتریک آنلام کاتار کلماتی که وظیفه یکسانی دارند رو در جایگاه مساوی قرار میده به مثالهاش توجه کنیم ایستر سیرت ایستر سیرت می. میخوای تماشا کن میخوای تماشا نکن ایستر اکو ایستر اکو ما خواه بخون خواه نخون ایشیمه دوام دیارم او ایستر راضی و ایستر اولماسن کار خودم را ادامه میدم خواه او راضی باشه خواه نباشه ایستر بوگونگل ایستر یارن اونو گربیلیرسن خواه امروز بیا خواه فردا میتونی اون رو ببینی در این رابطه چند تا تمرین هم با هم حل کنیم هوا چوک سوک اوشیورم دیوسون اینجا جگی هم هوا چوک سوک اوشیورم دیوسون hem de incecik giyiniyorsun. Hem mi ki hava kheli sarde mi lerzem, hem kheli nazok mi puşi. Cümleyi doğum. Yolda okumak için hem gazete hem de dergi almak istiyorum. Mesale sevom. Hem kırmızı ayakkabı hem de siyah ayakkabıyı çok beğendim. Cümle çağırım. Yanımda çok fazla para yok. Ya kırmızı ayakkabı ya da siyah ayakkabıyı alacağım. Ve cümle pencom. Hem rejim yapıyorsun hem de patates kızartması yiyorsun. Cömle şeşon. Ne derdini anlatıyorsun? Ne de insanlardan yardım istiyorsun. Ne derde miği? Ne de diğeran komak Eskiden ne evi vardı, ne de arabası. Ama şimdi çok zengin. Metin için sigara için içki içiyor. Hop ders <stakluther> ahlakıe in <bir> ders aga <essays>, başe ki ne istifade mi kanim Metin ne sigara ne de içki içiyor. Bende miytonim hem hem istifade kanim Metin hem sigara hem de içki içiyor. Metin hem sigar mi keşe hem alkol mi Ne agabiyat mi gim ki Metin ne sigar mi keşe ne alkol mi nüşe. Yadetun has sigar keşiden fele keşiden içmek bu. Moşabaya nüşiden. Bugün derya ile hem gezdik hem de alışveriş yaptık. Çok güzel bir gündü. Nilgün ne kitap ne de gazete okuyor. دنیا آدان ها هاوری یک نیلگون نه کتاب میخونه نه روزنامه میخونه از دنیا خبر نداره حالا که دیل میلگیسی رو یاد گرفتیم بخش دستیر زبان رو پشت سر گذاشتیم بریم به سراغ دیلمه یا لیسنینگمون گوش کنیم به صحبت بین شبنه و تولین همزمان دوستان مکالماتی که بین این دو نفر رد و بدل شده به ترتیب نیست در حین اینکه اونها صحبت میکنن اگر دوست داشتید خودتون مرتبش کنید من هم ولی مرتبش میکنم Güşk konelim Biliyor musun? Dün gece çok ilginç bir rüya gördüm. Hala etkisi altındayım. Hayır olsun inşallah. Ne gördün? Rüyamda kendimi bir yangının ortasında gördüm. Komşumuzun çocuğuna bakmak için evine gitmişim. Orada acıktım. Mutfağa girip kendime yemek yapmaya çalıştım. Ama ocağı bir türlü yakamadım. Ocağın altındaki fırından birden alevler yükseldi ve her yeri sardı. Büyük bir yangın çıktı. Ben de söndürmeye çalıştım ama alevler daha da büyüdü ve oradan kaçtım. O sırada uyandım. Sence bu ne anlama geliyor? Gel, internetten rüya tabirlerine bir bakalım. Bak rüyada yangın görmek hem işte başarı hem de zorluk demekmiş. Sanırım bir işi zor bir şekilde başaracaksın. Rüyanda duman gördün mü? Evet gördüm. Bunun bir anlamı var mıymış? Rüyada beyaz duman görmek herkesle ilgili bir başarı demekmiş. Siyah dumanlar ise büyük dertmiş. Sen ne renk gördün? Evin içinde siyah dumanlar vardı. Şu aralar işte yeni bir proje hazırlıyorum. Sanırım biraz problem yaşayacağım. Ama bence bunlara çok inanma. Yoksa gerçekten bu problemler olacak diye düşüneceksin. Haklısın galiba. Çok düşünmemeliyim. Dostan mukalemeyi beyne şebnem ve tülin röşeniydim. Ne kısmet evvel hala etkisi altındayım. اتکی دوستان یعنی نفوذ حالا اتکیسی آلتندایم یعنی هنوز تحت تاثیرش هستم هنوز تحت تاثیر رویام هستم مکالمه دوم عبارت خاصی نداشت های لوسون انشالله خیر باشه انشالله نگردون چی دیدی دی؟ در مکالمه سوم رویام دا کندیمی بیر یانگنن اورتاسیندا گردم یانگن یعنی آتش کم شموزون چوجونا جو با کمک چین اوینه گیت میشیم برای مراقبت از فرزند همسایمون به خونشون رفتم Orada acıktım. Mutfağa girip kendime yemek yapmaya çalıştım. اونجا koştum şut. با آشپزخونه رفتم تا برای خودم غذای دست و پا کنم اما اوجاین بی طولو یکامادم. اگر دقت کنید اسفل یاکماک یعنی آتش زدن استفاده کرده ما چی میگیم میگیم اجاق رو روشن کردم اما در ترکیه استانبولی میگیم اوجایی یاکتم در واقع اجاق رو آتش زدم پس اینجا به اون معنا است اما اجاق رو به هر شکل نتونستم روشنش کنم اوجان آلتون داکی فروندان بیردن آلولر یکسلدی آلو یعنی شعله دوستان از فر زیر اجاق یک آن شعلای آتش بلند شد برخواست و هر یری یعنی سارده سارماک یعنی پخش شدن یا پوشیدن هر یری یعنی سارده یعنی همه جا پخش شد همه جا آتش گرفت بیوک بیر یانگون یک بزرگ در گرفت بنده سندرمه یه چالشتم یعنی خاموش کردن فرونشاندن من هم سعی کردم که خاموشش کنم اما آل اولر دا بیدو و اردان کاشتم، اما شوله ها بلندتر شد و او سرادا اویاندم در همون حیل از خواب بلند شدم سنجه بو نه آن قسمت آخرش تولین گفت که رویاندا دومان گردونم دومان یعنی دود دوستان عبارت پنجم. ترجمه خاصی نیاز نداره عبارت ششم هم به همین شکل معنیش رو متوجه میشید عبارت هفتم هم به همین شکل و عبارت هشتم هم اما بنجه بوندار اینان ما یوکسا گرچکتن بو پروبلم لر اولاجک دیه دوشونه جکسن اینجا هم ترجمه خاصی نیاز نداره متوجه میشید دیه هم که در درس 110 فکر میکنم توضیح داده بودم نقل قول مستقیم بریم قسمت بعد دوستان قسمت اکوما هست دو تا داستان میخونیم اولی در مورد گلین کایسه. کایا یعنی سنگ دوستان سنگ عروس کلمه اولی که داریم اینجا آوا هست آوا یک روستا هست در شمال شرق استانبول رو به دریای سیاه هست و سوال خیلی قشنگی هم داره آوا ساحلینده انسان شکلینده بیاز بیر کایا واردر. بو کایانن آده گلین کایاسو Efsaneye göre çok uzun yıllar önce Ava meşhur değilmiş. Küçük bir balıkçı koyuymuş. Bu köyde 18 yaşında çok güzel bir kız varmış. Bu kızın balıkçı bir nişanlısı varmış. Tancaşlı ki mutlaka şadid. Nişanlı hem ki yani namza. Genç kız ve nişanlısının evlenecekleri günün sabahı delikanlı balık tutmak için denize gitmiş. Delikanlı yani peseri avandustan. آنیدن چوک کتو بیر فرتنه چکمش. دلی کانده تکنسی فرتنه دا باتمش و دلی کانده دا دنیزده بولمش. فرتنه که میدونید یعنی توفان تکنه یعنی قایق باتماک یعنی فرو رفتن، غرق شدن، نشست کردن و بولماک یعنی خفه شدن. نامزدش که برای مایگیره رفته بود به دریا قایقش فرو نشست کرد و غرق شد. Genç kız düğüne kadar nişanlısını beklemiş fakat nişanlısı gelmemiş. Genç gelin kayalıkların üzerinde günlerce haftalarca nişanlısını beklemiş fakat kimse gelmemiş. Bir gün Allah'a Allah'ım ya beni taşa çevir ya da sevgilimi geri getir diye dua etmiş. Allah kızın duasını kabul etmiş ve kızı taşa çevirmiş. Çanta kelime ki mümkünün Onca uncakov ki genç gelin kayalıkların üzerinde kayalıklar یعنی تخت سنگ ها متوجه شدید دختر جوان رفت روی تخت سنگ برای هفته ها نشست منتظر نامزدش موند بعد از خدا خواست که یا خدا یا منو سنگم کن <laughs> یا که عشقم رو به هم برگردون و خدا هم رو قبول کرد و تخت سنگش کرد این که دیگه واقعا نوبرش بود <laughs> حال بریم داستان بعدی هم ببینیم تا شلان کادون Kore'nin bir köyünde çok fakir bir karı koca varmış. Der Rus'tay der Kore, yek zoce heli fakir buden. Birbirlerini çok seviyorlarmış. Bu karı kocanın çok küçük bir tarlaları varmış. İn zoc, yek mezrayı çok küçük daştan. Orada kendileri için sebze yetiştiriyorlarmış. Orada bari kodşun sebze mi kaçtan. Bir yıl köye hiç yağmur yağmamış. O yıl köyde kıtlık olmuş kötülük yani qahti. Ve herkes yiyecek almak için komşu köyleri gitmiş. Onlar bazen iki hafta, bazen bir ay sonra gelmişler. Bir gün bu karı kocanın bütün yiyeceği bitmiş. Adam yiyecek almak için komşu köye gitmek istemiş. Kadın kocasından ayrılmak istememiş. Çok üzülmüş ama başka çare yokmuş. Kocasını yolcu etmiş. Hemseriş ruh rahiye Sefergen Ya rahi Adam yiyecekleri almış Kadın iki hafta kocasını beklemiş. Kocasının bütün arkadaşları evlerine dönmüş ama kocası dönmemiş. Evde çok az yiyecekler varmış. Kadın yiyecekleri kocası için saklamış ve hiçbir şey yememiş. Her gün köyün en yüksek tepesine çıkmış ve kocasını beklemiş ama kocası gelmemiş. Kadın kocasını haftalarca beklemiş. ama kocası gelmemiş. Bugün o tepenin üzerinde اینسان شکلینده bir تاش واردر. تاش که میدونید به منای سنگ هست. من ترجمه نمی کنم چون میدونم که متوجه میشید. تمام افعال رو میدونید، تمام عبارت ها ریز ریز ترجمهش رو متوجه میشید. من با این فرض ترجمه نمی کنم براتون. افسانه ای گره کادن بکتر کن تاش اولموش. بر اساس افسانه ها زن در حالی که منتظر همسرش بود سنگ شد. به به چه داستان جذابی بود در مورد همین دوتا داستان پنج تا سوال هم هست که لطفا دیگه اینها رو شما جواب بدید آشادکی سرولاره متینلری گره جواب لایالم آواداکی کزن نشاندسه نی شاپیومش در اون روستای آوا نامزد دختره چه کاره بود؟ باید بگید که ماهیگیر بود. شما بگید ماهیگیر چی میشه به در قسمت کامنت ها حتما بنویسید. آواداکی کز ندن تاشا دختر در روستای آوا چرا تبدیل به سنگ شد؟ کردکی کادنن کجاسه ندن باشکا کویگیت میش؟ همسر اون خانم در کره چرا به روستای دیگه رفت؟ کردکی کادن ندن تاشا دنیشموش؟ موش؟ خانم که در کره بود چرا تبدیل به سنگ شد؟ سیز جبو ایکی افسانه دکی ارتک نکتا ندیر؟ نقطه مشترک این دوتا افسانه به نظر شما چیه؟ به نظر من که فکر کنم سنگ بود نه؟ بس منتظر موندن سنگ شدن دیگه همین رو شما به ترکی برام بگید منتظر جواب در قسمت کامنت ها هستم دوستان این بود درس 113 از مجموع درس آموزش زبان ترکی استانبولی میدونید که الان بر زبان ترکی استانبولی زبان های فرانسوی و اسپانیایی هم در حال تدریس هستن اگر دوست دارید اون درس ها رو هم تماشا کنید حتما به کانال یوتیوب من مراجعه کنید اخیرا تعدادی درس هم مطابق با فضای اینستاگرام طراحی کردم و در اونجا هم سر آموزشی قرار میدم اسم من بابک ممنونم از شما که زمان ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادید